اینه ده که به اینجا گرد اومدن، در واقع برگزار کننده یک تجمع نمادین بودن مقابل خانه‌ای که در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی و در تاریخ معاصر ایران خانه ایست بسیار مهم، خانه که خیلی ها اون را تعیین کننده میدونن، اقامتگاه روح الله خمینی. 4 ماه پیش از به نتیجه رسیدن انقلاب سال 1357 خیلی ها میگن که حضور روح الله خامنه ای در این خانه در نوفل لوشاتو در اومه پاریس بسیار تعیین کننده بود در به نتیجه رسیدن انقلاب سال 57 با مصاحبه هاش و با اعلامیه هایی که از اینجا منتشر کرد. روح الله خامنه‌ای 12 بهمن از اینجا به تهران رفت و 10 روز بعد انقلاب سال 1357 به نتیجه رسید. این عده‌ای که اینجا جمع شدن میگن اون زمان این حضور باعث شد نوفل لوشاتو روی نقشه بین المللی قرار بگیره و اونها باز هم میخوان که توجه های بین المللی به ایران جلب بشه، به اون چیزی که الان در ایران میگذره، به اعتراضات گسترده و فراگیر در ایران، و اونها میگن که این اعتراضات و فراگیر هم میتونه فصل تازه‌ای باشه در تاریخ معاصر ایران. خیلی ها خب روح الله خمینی رو بنیانگذار جمهوری اسلامی میدونند و اون عده که اینجا آمدن میخوان بازتاب صدای معترضین در ایران باشن که اونها بنیان جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و اکثرشون خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. در این حال پیغامی که این عده اینجا میدن اینه که درسته که این خانه که در پشت سر میبینین خانه بوده که در واقع نمادین در رابطه ایران با فرانسه، ایران با غرب به خصوص. حالا الان پس از 44 سال غرب باید جور دیگه‌ای با ایران و جمهوری اسلامی مناسباتش رو برقرار کنه در حمایت از مردم معترض و در محکوم کردن جمهوری اسلامی که معترضین رو به شکلی گسترده سرکوب کرده.